دادگاه عالی تاجیکستان عزیز الله عبدالویف معروف به عزیز دامساز رهبر یک شرکت خانه‌سازی در شهر دوشنبه را با جرم دست داشتن در قاچاق نیم تن مواد مخدر به 30 سال زندان محکوم کرد. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، دادگاه عالی 5 تن از شریکان عزیز دامساز را نیز به مولدهای از 19 تا 28 سال روانه زندان کرده است. از جمله تولگانوف عظمت، صادقوف سیاووش، آموزگار بوران سمدوف به 28 سال، مراد حاجیف به 25 سال و سرباز سبز قدموف به 19 سال زندان محکوم شدند. یک منبع از دادگاه عالی با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفته است که حکم این گروه روز 25 نوامبر صادر شده. دادگاه مول و ملک عزیز الله عبدالویف از جمله بناهای استقامتی و منزلهای زیستش را به فایده دولت مصادره و او را برای 10 سال از حق صاحبکاری محروم کرده است. زایشو دولتیاروف ادوکات محکوم شدگان به رادیو آزادی گفت که دادگاه حکم را صادر کرد که دادستانی طلب کرده بود. گفهر سعید و خواهر عزیز دامساز گفت از حکم دادگاه راضی نیست و به زینه بالای دادگاه شکایت خواهند کرد. به گفته او نزدیکان محکوم شده ها به مرافع راه نیافتند. حکم بهرحمانه بود، حتی تمام مال و ملکش را مصادره کردند، برای 9 فرزندش چیزی نگذاشتند، گفته است گفهر سعید. و تفصیلات حکم هنوز رسما اعلان نشده است، ولی قبلا گفته می شد که به ضد اعضای گروه عزیز دامساز بر اساس 3 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان 200 قسم 4 معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار در حجم مخصوصا کلان از جانب گروه متشکل، 289 قسم 5 قاچاق و 262 قانونگردانی مول و ملک باروی جنایتی به دست اومده پرونده جنایتی کشادند. ریاست گروه داخلی شهر دوشنبه روز 14 اکتبر خبر داد که کارمندانش اخیرا در حدود پایتخت فعالیت پنهانی یک گروه متشکل نشعجلاب فرامیلی را آشکار و در نتیجه عملیات ویژه 6 عضو این مافیای نشعجلاب از جمله رهبرش را دستگیر کردند. میلیسیای دوشنبه گفت این مافیای نشعجلاب مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان آورده از اینجا تا به کشورهای اروپا قاچاق میکرد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و اشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سال‌های اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است.